خدت شي ايان. سلام عليكم. بفرمي سلام عليكم. صحبت كنت جناب. بله بله سلام عليكم اجوا. عليكم السلام ورحمة الله. بفرمي دادي الله. حالی مبارک باشی زنده باشی. مشاری هستم آقا. آقای مشاری زنگ میزنم. خدا شما را حفظ کنه ان شاء الله. خدا عافیت بده. خیلی وقت زنگ نزدین شما سید. عرض کنم جان شما خیلی وقت زنگ نزدین شما. بله دیگه استفاده میکنیم دیگه زیاد و الانم که خیلی تلاش کردم چند شب موفق نشدم. خدا حالا شما را حفظ کنه. تو که ادامه بده. گاهی هم یعنی تماس گرفتن به این آسونی نیست. آدم از پشت خط خیلی سخت صد بار میزنه شاید بعض مواقع موفق نمیشه. الان ای حال ضمن عرض سلام این دفعه خواستم یک فقط دستم این بود که ضمن سلام یک گله ای عرض بکنم به محضر مبارکتون. و گلایه من اینه که ما روزهایی که با این شبکه به اصطلاح نورانی و منتصب به اهل بیت آشنا شدیم خدا را شاکر و سپاسگزار بوده و هستیم که الحمدلله یک مدافعی از حریم ولایت با قاطعیت با در سن جوانی با شور و نور و الحمدلله به عرصه وجود اومده و در برابر دشمنان داره خودنمایی میکنه. اما به مرور زمان رفته رفته من یه چیزهایی دیدم شاید من نمیدونم اما خوب بهتره که امیدوارم که انشاءالله با سعی صدر این عرض بنده را اگر ایرادی هست بگید من متوجه بشم. من خب همونطور که عرض کردم این شبکه را به عنوان یه شبکه مدافع حریم اهل بیت که با بیان مظلومیت اهل بیت در این عصر انفجار اطلاعات عصر اینترنت بله عصر به قول ماهواره خیلی خیلی مهم و ضروری بوده و هست. اما از این طرف میبینیم که بعضی از موارد یک مسائل پیش میاد که برخلاف انتظار به علمای بزرگ داره اهانت میشه. مثلا مثل قاضی طباطبایی یا علامه طباطبایی یا به بعضی دیگران. من اگر خاطر مبارک حضرت عالی باشد یک روز من که شناختی نداشتم یک مشتهدی حضرت عالی میفرمودن که مال افغانستانه یک مطلبی بود که کنتاکی بود بین جناب آقا تا عرض کردم آج آقا نسبت به این مطلب یه مقدار نادیده بگیرید چون اگر بنابراین میشه به مرجعی اهانت بشه این باب میشه. حضرت عالی به نظرم که اینه قبول کردید از من حتی استناد کردم عرض کردم گفتم مولای مختاریان در مورد گفت به سر عثمان هم همین نظر را داشت فرمودن که خلیفه کشی باب میشد. ولی خب ما الان یا بعضی از مسائلی که هست نمیدونم کتب بعضی ها اینها انحرافی هست یا نمیدونم حوزه علمیه قوم جامعه المصطفی بی سواد پرور فلانه تو ما جناب عالی را صاحب نظر میدونیم. انتظار نداشتیم از زبان حضرت عالی اینجور چیزها شنیده بشید چون حضرت عالی را واقعا من صاحب نظر میدونستم من میدونم چون جناب عالی هر وقت با دیگران فرق میکنه و بنابراین گله من این بود که حضرت عالی مثلا شهید مطهری یا امثال اینها در این رده ها خب وقتی که جوادی آموری حضرت آیت الله سبحانی یا نمیدونم امثال هم زیر سوال بره و اون هم بدون هیچ دلیلی و کسی از طرف اینها حق دفاع یا کسی نباشه از اینها دفاع بکنه خب این چه نتیجه ای به بار میاره؟ قسم میخورم به جان حضرت زهرا نه من به جایی وابسته ام نه به کسی با کسی فقط برای لله و واقعا این نظر خودمه تشخیص خودمه به حکم وظیفه شرعی خواستن این مطلب را خدمت مبارکتون عرض کنم. آقا جان جناب عالی مدافع حریم اهل بیت دیگه اینها بالپرهای دیگه اینجا الان شیعه در ایران زنده به این حوزه هست زنده به وجوده همین علما و نوشته و کتب اینها من الان این همه کتابخونه که دارم از هر کدوم اینها از مراجعین معظم تقیید گرفته کتابهای بزرگواران را همه شده دادم. من مسئله نکته در این مسائل و در مسائل دیگر انحرافی از اینها در مورد مکتبی خودمون ندیدم. یه موقع آقا انحرافی اینها من نمیده یا مثلا آقا چون اینا جمعشان ابن عربی را
نمیدونم قبول دارم. خب ابن عربی بله اون که آدم به فرمانش جناب عالی انحرافی باشه، بله اگر علمی از منحرفی هم ما داشته باشیم، ما از اینکه استفاده بکنیم بله اون آقا با ما هم عقیده نباشه، در اینجا ما نداریم که حتما آقا هر کتبی هر مسائل به اصطلاح قابل استفاده رو حتما باید از هم دین خودتون، از هم نسب خودتون فرا بگیرید. حالا ابن عربی برای این انحرافات هم داره برای خودش و ما کاری نداره با اون آقایون، من همین طور ما ای بسا ممکنه در حوزه‌های علمیه از مقام خیر خودمون هم یک کتاب درسی داشته باشیم، تدریس بشی و استفاده بکنیم. بنابراین یا اینکه مثلا میاد در مورد عرض خلاصه دیگه سعی میکنن زیاد به عرایزم طول ندن، یا اهانت میشه به امام. خب امام رفی سوابقش از اتحالی بهتر از ما میدونی چه در نجف چه در اینجا. اولا هیچ کس در اینجا ادعای اثبات نکرده و نمی کنه، یا یکن لبالله نفتن الله بسا، هر کس در حد توان خودش انشاءالله که در صد علما در به لباس روحانیت در درجات مختلف علمی به وظایف خودشون انجام میدن، خدمت میکنن به مکتبمون. اگر اینها برن زیر سوال و اگر اینها مورد هجم قرار بگیرن، اونم از یک شبکه که به نام شبکه بین المللیه، یکی شما میدونین از نسبت به علما عوام زیاد تعدادشون، خب اینا رو نمیشه دیگه، این خرابکاریش بیش از اصلاحگری ما خواهد بود، این به نفع مکتب ما و به نفع عقاید ما نخواهد بود. البته ما انتظارمون اینه و خیلی هم همینطور از حضرت عالی که واقعا یک استواره محسوب میشه و امیدی هستی برای ما، یه مقدار در این موارد به اصطلاح با بردباری مسائل را تجزیه تحلیل و مورد نقد و بررسی قرار بدی که یه موقع اینجور حساب نشه که بلی یه اپوزیسیون های مخالفین نظامی که رفتن در خارج از کشور شبکه هایی را تشکیل دادن، شبکه اهل بیت هم این همون هم یکی از اون هاست، در صورت که شبکه اهل بیت گردانندهش مدیریتش با یک روحانی صاحب نظر تحصیل قدیل نجف الاشرف آقای الله یاری. واقعا و واقعا من خدا را گواه میگیرم به جد خودم، من با تلویزیون اینا هیچ کار ندارم، تنها واقعا به دو تا شبکه علاقه خاصی داشتم، یکی به شبکه حضرت عالی و همین شبکه مقدس اهل بیت، یکی هم به شبکه ولایت، و در اینجا واقعا دفاع میشه از حریم اهل بیت، دفاع میشه از مظلومیت اهل بیت و حقانیت اهل بیت و افشاگری میشه، دوست دشمن در این اصل میفهمن که چه به چیه و خیلی هم مؤثر بوده و خیلی هم الحمدلله تیکی بکنن که موثق. بنابراین این عرض حقیر بوده، ما انتظار داریم که یه سری مسائل شاید هم نمیدونم، بنده جنابالی را عالم میدونم، شاید هم نظریات بنده در بعضی موارد درست نماشه، اما من نظرم اینه بالاخره ما باید به بزرگان دینمون، به بزرگان مکتبمون، مثلا علمایی که سوابقشون معلومه، خدماتشون معلومه، حریم اینها را رعایت بکنیم، که رعایت حریم اینها رعایت حریم نسبمونه، عقایدمونه. امروز شیعه هر چی داره از نوشته های همین علما داره، همین نوشته های و کتب اینها از دست ما بیشتر استفاده میشه که قابل فهم اکثریت کافه ایناسه. مردم امیدوارم که جسارت بنده را ببخشید و نیتم هم حسن نیت ارادتی که به جناب عالی دارم. ما اینجا هم البته بعضی مثلا حمله میشه بر این که آقای الله یاری دفتری چون اینجا بسته شده بعضی مسائل رو از روی درز داره میگه، ما انتظار داریم که واقعا زین حضرت عالی صاحب نظری عالم هستی، تحصیل کرده هستی، خیلی هم نسبت به سنتون تحصیلتون بالاست، بعضی مسائل را دید بالاخره با بزرگواری خودتون، چون مثلا یا تعریض یک جمله فرموده که من الان در ایران رأی گیری بشه از فلان شخص محبوبیت هم بیشتره، واقعا حضرت عالی اینجور چیزها را ما نمیتونیم به این آسودی، یعنی خیال میکنیم که این حرفها در شأن جناب عالی نیست. صدا میکنم انشاءالله بازم میگم جسارت بنده را ببخشید، اسباب حسن نیت عرضی میکنم اسباب خیرخواهیه، و الا من به قول در این زیر این آسمان کبود صاحب هیچ نیستم، هیچ خاکبای همه روحانیت همه علما هستم، یه طلبه صفری هستم و بس. خواهش میکنم، بزرگوار هستین شما، خیلی متشکرم. السلام علیکم. علیکم سلام. خواهش باشم. سلام باشم. خیلی متشکرم.
ما تشکر میکنیم از جناب آقای موسوی که نظر خود را بیان کردن و گفتن و ممنون که ما شکی ندارم که شما از روی حسن نیت میگید و خیلی از علما هستن مانند شما که فکر شما را دارن. این یکی از مصائبه که چون حوزه را طوری قرار دادن امروز که علمای سنتی از تاس از تقیه نتونستن حرف خود را بگویند، کار به جای رسید که اینجوریه که میگید شما میگید ما هرچی داریم از نوشته های آقای جوادی آملی و آقای طباطبایی و آقای مطهری داریم. نه برادر عزیز من، اینطوری نیست. نوشته های آقای طباطبایی یا آقای جوادی آملی اینها در دفاع از مذهب نیست و اینها خدمتی به اهل بیت علیهم السلام نمی کنن غیر اینکه شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو منحرف بکنه از راه اهل بیت علیهم السلام. من قضیه را خیلی ساده میگم و الا اگر اینجا برا بنا باشه که من بر علیه صوفیه، بر علیه متصوفه، بر علیه پیروان اینا اسمشان عرفان گذاشتن، عارف دروغ این کلمه. من بارها گفتم اینها همون صوفی هستن، این فقط به خاطر عوام فریبی اسمشان را عارف گذاشتن و مسلکشان را عرفان، در حالی که بین تصوف و عرفان هیچ فرق یا هیچ تفاوتی وجود نداره. چه عملیش و چه نظریش و این فقط از برای فریب دادن عوام. من اگر بنا باشد که مطالب اینها رو یکی یکی اینجا ذکر بکنم، خب اون وقت زیاد میبرد و اینجا یک وقت هم لازم هست باید این انجام بدم، چون علما باید بیدار بشن و کسانی که اهل مطالعه هستن، اهل منبر هستن، اونها باید بفهمن قضیه از چه قراره. ببینید من این قضیه را قبلا هم گفتم، من حرفای ما که میگم دلیلش هم ذکر میکنم. من از شما عالم بزرگوار خواهش میکنم اگر من یک وقت دلیل را به تفصیل ذکر نکرده ام، شما به همون دلیل موجز من هم اگر غور بکنید حرف من روی جای خود محکمه. خب اینطوری نیست که آدم هر علمی را که از هر کسی رسید آدم بگیره و قبول بکنه. آخر اگر علم علم ریاضی باشه، علم جغرافیا باشه، علم صرف باشه، علم نحو باشه، بقیه علوم باشه، الله با یک اغمازی میشه گفت، با یک اغمازی میشه گفت، در حالی که همین هم نباید در حوزه های علم شیعه باشه. در حوزه های علم شیعه باید تمام علوم را از علمای شیعه تدریس بشه، حتی ادبیات. حالا اگر شد هم حالا میگیم ادبیات هیچ ضرری وارد نشده، نه به اصول دین ما نه به فروع دین ما. اما چه مطلبی بالاتر از توحید در اسلام؟ از توحید بالاتر مطلبی ما داریم؟ چه مطلبی بالاتر از پیغمبر شناسیه؟ چه مطلبی بالاتر از ولی شناسی، از امام شناسیه؟ خب اینا اصل دین هم اینه دیگر، اصول دین، اصول مذهب هم ایناست. چه مطلبی بالاتر از معاده؟ اگر یک کسی میگه من عالم شیعه هستم، خب مسلک متفلسفه و مذهب متصوفه چیه؟ میگن ما علمای شیعه هستیم، در حوزه شیعه سهم ما هم میخورن، در مدارس شیعه دستشان هم باز گذاشتن، در قم، نه در نجف، نه در مشهد، در قم دست اینها رو باز گذاشتن و تمام کارهان در اختیار اینها هست. میگه ما عالم شیعه هستیم، اما وقتی که توحید را تدریس میکنیم هم عقیده خودمان و هم آنچه که به طلبه ها تدریس میکنیم بین مردم تبلیغ میکنیم، نه توحید امام صادق علیه السلام، توحید ابن عربی. وقتی که ما نبوت را بین مردم تبیین میکنیم و بین مردم توضیح میدهیم و طلاب یاد میدهیم برای عقاید خودمان، نه نبوت امام صادق علیه السلام، نه نبوتی که در کتاب شریف کافی آمده، نه نبوت کی؟ نبوت اون چیزی که در خصوص آمده، ابن عربی شیخ اکبر گفته، ولی شناسی، امام شناسی همونطور، انسان کامل ما باید بشناسیم. از کی بشناسیم؟ آیا بریم کتاب الحجه کافی را بخوانیم؟ آیا بریم کتاب امامه بحار الانوار را بخوانیم؟ کتاب اینا و کتاب های شیعه هستن. اسلام اگر مانده، شیعه اگر مانده، از کتب شیخ طوسی مانده، نه از کتب قاضی طباطبایی. من نمیدونم قاضی طباطبایی کتابم نوشته یا ننوشته، یا کتاب علامه طباطبایی، علامه هم که من دوست ندارم بهشان علامه بگم، آقای طباطبایی یا آقای مطهری، از کتاب اینا نمانده. ما بریم امامت رو از کجا بشناسیم؟ از کتاب ابن عربی، از کتاب مولوی. ما بریم معاد رو از کجا بشناسیم؟ ببینیم که صدر المتعلهین به قول خودشان در ملا صدرا در اسفار چی گفته. خب این انکار امامت نیست؟ شما بزرگوار به من بفرمایید امام صادق علیه السلام چه کمبودی داره، چه نقصی داره که ما توحید را از ایشان نگیریم بریم از ابن عربی بگیریم؟ اگر این سوال را برای من جواب دادی، من میام دست آقای جوادی آملی را میبوسم. بله اینجا میام از مطهری هم تعریف میکنم، میام اینجا از بله از آقای طباطبایی هم تعریف میکنم. من آقای طباطبایی را انسان خیلی زاهدی میدانم،
من ایشان را ندیدم اما خب احوالات زندگیشان را خواندم و از بزرگان شنیدم. من با ایشان کلام اشکال اخلاقی اشکال چیز نگرفتم، اشکال من اشکال فکریه، اشکال مسلکیه، اشکال مبناییه برادر عزیزم. و این توهین هم نیست و این یک ایراده، این ایراده که مردم باید بیدار بشن. این طوری که در عالم معرفی میکنن که بهترین تفسیر تفسیر المیزان، اینطوری نیست. بهترین تفسیر شیعه اصلا تفسیر المیزان رو نمیتون گفت تفسیر شیعی، ما اون تفسیر فلاسفه هست، تفسیر متصوفه هست، مبنای نظر امامت ائمه اطهار علیهم السلام اونجا کم بیان شده. حرف اینجا هست دین نماز. این که ادبیات که نیست، میگه ما اگه علم علی از ابن عربی هم رسید از سر جایش ما از یاد میگیریم. چرا؟ این تو اصول دین مذهب توحید شما تو خداشناسی را از امام صادق علیه السلام میگیرید؟ این که ریاضیات نیست، این که ضرب و ضرب نیست، این که علم صرف نیست که شما بگید درست هم میرسید شریف جرجانی را کتابش رو گرچه شیعه نیست صرفی میر میخوانیم گرچه او شیعه نیست، خب او اشکالی نداره، نه ضرر به اصول دین میرسه نه به فروع دین میرسه. اینجا اصل دین را شما میخواید از یک دشمن اهل بیت علیهم السلام، از یکی از نواصب که بله ابوبکر را برده ولی خدا، عمر ولی خدا، متوکل ولی اعظم خدا، از او بگیرید. آیا این خیانت به حوزه علمی شیعه نیست؟ که اینا میان اینا را به در حوزه علمی شیعه کتاب های نواسب را، کتاب های دشمنان اهل بیت علیهم السلام را به عنوان معارف ناب اسلامی، اصل دین، نمیگن اصول دین، چی میگن؟ میگن اصل دین. از اصول دین هم اینا بالاتر بودن، یعنی اصول دین هم یک مغزی داره، مغز اونم یک مغزی داره، مغزشون چیه؟ اون کتابه کیه؟ کتاب مولوی منکر اهل بیت علیهم السلام. آیا این خیانت نیست؟ آیا کسی این را اگر متذکر بشه کاری بدی کرده؟ استاد بزرگوار شما مطلب را متوجه بشید، عمق فاجعه را متوجه بشید، بعد ببینید که اینها خسرت دنیا و الاخره هستند. اینها خودشان خوب میدانن جوادی ام بقیه اینها که توحید اینها با توحید اسلام، با توحید اهل بیت علیهم السلام هیچ سازگاری نداره. اما خب این ریاست جان از دستشان میره اگر بیاد این را اعتراف بکنه، اون درس اسفارش که میره. بله آمدن اونجا، بله عقاید شخصی این هم اینا در مقام عقاید شخصی هم منحرفن 100%. توحید اینا با توحید اهل بیت علیهم السلام فرق داره. توحید اینا میگه همه چیز خدا هست، میگه این استکان اینجا، این استکان خدا هست، درون این آبم که هست خدا هست، این قلم هم خدا هست، اگر این قلم از بین بره خدا در وجودش بندازه این قلم یک نقص ایجاد میشه، همه چیز خدا هست. سبحان الذي اظهر الاشیاء و هو عین الاشیاء. اینا میگن همه چیز خدا، منم خدا هستم، شما هم خدا هستید، اما من خدا هستید، دستشویی هم که میری اونجا نجاست خارج میشه اونم خدا هست. اینا خدا، خداشناسی همینه و تصریح داره اینا در کتاب های فارسی خود، هم تمام معاصرین را که بعد شما اسمش میبرین اینا در کتاب های خود برای همین عقاید تصریح داره. آیا ما اگر بگیم که این عقاید شیعه نیست، عقاید اهل بیت نیست، اینها به دروغ خودشان منتسب کردن به لباس فقاهت شیعه، ما کار اشتباهی کردیم؟ ما حق را گفتیم. اگر اینها میخوان بگن نه حرفای لایری دروغه، اینها مثلا این کتاب ها را در حوزه تدریس نمی کنن، خب این که واضح روشن تدریس میکنن. اگر میگه لایری اینها را نگفته، معذرت میخوام ابن عربی بقیه این حرفا را نگفته، خب بیایید با هم مناظره بگذاریم، بیایید با هم مناظره بگذاریم که ابن عربی یا حتی همین معاصرین آقای حسن زاده بقیه همین حرفا را گفته یا نگفته، که همه چیز خدا هست، خودش هم خدا هست، بقیه هم خدا هست، همه چیز خدا هستن. حالا خب این انحراف عظیم را برادر بزرگوار، حالا فرض میکنه حرفای ابن عربی هم درست باشه، حرفای ابن عربی درست باشه، همین که تو مراجعه میکنی به دشمن اهل بیت علیهم السلام، به منکر اهل بیت علیهم السلام در گرفتن دین خود، این آیا توهین به اهل بیت اطهار علیهم السلام نیست؟ در کجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که شما برید بعد از من از ابن عربی پیروی بکنید؟ ما که اهل بیت داریم، خداوند ضمانت کرده، مضمون به ضمانت خداوند متعال، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، خدا اونا را طاهر قرار داده، متحر قرار، ما از اونا پیروی میکنیم، ما مرعوب القاب نمیشیم. علامه طباطبایی، آیت الله المطهری، سید علی قاضی طباطبایی، الفانی فی ذات الله، ما مرعوب این القاب نمیشیم برادر بزرگوار من، که ما از این القاب بله ما رو وحشت بگیره و بترسیم عقب نشینی بکنیم. نه، اگر خط اهل بیت علیهم السلام نیست، ما قبول نمیکنیم، تایید نمیکنیم، اما توهین هم نمیکنیم که توهین بکنیم، که بگیم که بله اونا بدن. اما اون کسانی که دستشان در دست ظالمین قرار دادن، بله دین را وسیله دنیای خود قرار دادن، دین را وسیله رژیم قرار دادن، بله اونها را ما میگیم اینا علمایی هستن که اینها ظالمن و اینها باعث گمراهی مردم میشن، جهانان شیعه داره زردشتی میشه به خاطر اینها، جهانان شیعه میشه مسیحی میشه به خاطر اینها، بله
و این را کلام این را که میگم که وقتی که ما با اونا با کلام زشت صحبت میکنیم این هم روی مبانی مذهبیه. این چیزا که شما اسمش توهین گذاشتی، مثلا من میگم جوادی عاملی بیدینه، مثلا شما اوه مذهب به هم، هیچ مذهب به هم نخورد، مذهب تازه تقویت هم میشه. وقتی که مردم میشناسن مکارم شیرازی آدم منحرفیه، این را که من میگم منحرفه بیدینه ملعونه، این مردم تازه خوبه برای مردم، متوجه میشن بیدار میشن. و این روی مبانی مذهبیه. روایت در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 47 روایت چیه؟ بله، از وجود نازنین ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، اذا رايتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم. وقتی عالم را دیدید که محب دنیا هست، به دنیا روی آورده و فریفه دنیا شده، فاتهموه، به او تهمت توهین بکنید، بگو بیدین لا مذهب، فاتهموه على دينكم. چرا این کار را که وقتی کردید مردم میشه متوجه میشن که نباید از او پیروی بکنند، این عمامه، این ریش، این با این لهجه عربی صحبت میکنند، بله با القاب و اینها و بله اون جوری که قومی ها صحبت میکنن در حوزه که بله جناب عالی تشریف آوردید حال شریف، با مردم فکر میکنن خیلی مقدسه. وقتی که با این لهجه به مردم را گفت اینها منحرفن، اینها بیدین، اینها بلن، این در قلوب بیشتر جا میگیره و اینها دکانشان بسته میشن. این علتش هم اینه، اینم روی مبانی دینی و اون حدیث شریف از کتاب شریف الکافی ما اینا تند میگیم. همه کسانی که بله پیرو زلمه نبودن، با زلمه همکاری نکردن، تنها مبانیشان اشکال داره، مثلا مانند آقای طباطبایی، مانند آقای قاضی، مانند متحری، اینها رو ما میگیم اینها کارشان کار، اینا که از آسمان که نیامدن، کدام مذهب کجاش به هم خورده اگر به اینا اشکال بشه، کدام کتاب اینا هست که کتاب اینا مذهب رو حفظ کردن؟ من که نمیدونم شما کدام کتاب رو میگید. مذهب را اگر حفظ کرده احادیث ائمه اطهار علیه السلام حفظ کرده، مذهب را اگر حفظ کرده کلام شیعه حفظ کرده، علم کلام نه فلسفه. فلسفه کجای فلسفه شما دیدید که از امامت دفاع بکنه؟ من که ندیدم که یک جمله در فلسفه باشه که او از امامت دفاع بکنه. تازه در کتاب شفا ابن سینا در اونجا در مبحث امامت در اونجا آورده که بله مال عمر بر امیر المؤمنین علیه السلام مقدم شد، در اونجا آورده گرچه افضل نبود چون که سیاستش بهتر بود. بله اون رئیس فلاسفه، شیخ الرئیس اون حرف را زده. ما که ندیدیم در کتاب فلاسفه دفاعی از اهل بیت، دفاعی از امامت، جواب شبهات اینها باشه. دفاع اگر کرده از شیعه متکلمین کردن، متکلمین هم کدام احسانی نکردن، اصل تمام حرف از اهل بیت علیهم السلام، فیوزات از اهل بیت اطهار علیهم السلام. لذا برادر بزرگوار من، بله دیگر الله دیگر خداوند متعال شما را حفظ بکنه، شما کمی مرعوب القاب اینها شده اید انشاءالله العزیز. من امیدوارم در آینده بتانم انحرافات علمی و عقیدتی این جماعت متفلسفه و جماعت اهل تصوف را که بدروغ به خاطر تخدیع مردم خودشان اهل عرفان نامیده اند، اینجا بیان براتان نشان بدم انشاءالله العزیز که نه عرفان عملی و نه عرفان نظری و نه فلسفه هیچ ربطی به اهل بیت علیهم السلام ندارن، بلکه سراپا ظلمات هستن، سراپا انکار اهل بیت علیهم السلام هستن. این را برای شما انشاءالله عزیز همونطوری که با عمریه در مجادله هستم، اینا را اگر میخواید یک وقتی براتان بله براتان بیشتر و با تفصیل بیشتر براتان توضیح بدهم. گرچه علما در این مورد زیاد کتاب نوشتند و مطالب نوشتند، علامه بزرگوار مجلسی در بحار الانوار مفصل اونجا بیان کرده، علامه بزرگوار مقدس اردبیلی در کتاب شریف حدیقة الشیعة اونجا مفصل بیان کرده و اونجا روایت آورد از امام عسکری علیه السلام، و علماءهم شرار العلماء لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. این کلام معصوم علیه السلام. دیگر اگر من این شرار العلماء را شرار العلماء بگم این چیه؟ یا مثلا جامعة المصطفى را شما گفتید، این جامعة المصطفى مرکز خیانت به امام زمان علیه السلام. شما میگید این را نگو که مردم با خبر میشن. خب خوبه که مردم با خبر بشن. این گند طلبه اینا دنیا را گرفته، مردم را بد عقیده میکنه، مردم را وهابی میکنه. از منبر امام حسین علیه السلام حالا ببینید شبکه درست کردن چند تا، مردم بهشان زنگ میزنن، این شبکات به زبانهای دیگه است بیشتر. جواب بکری و مریم را نمیتونن بدن، واعتصموا بحبل الله جميعا. یعنی یک حرف را داره، ازش میپرسن که بیا امامت از قرآن ثابت کن، واعتصموا بحبل الله جميعا، تفرق امام زمان را ثابت کن، میگه واعتصموا بحبل الله. اینها همیشه می اتحاد را یاد میدن در اونجا، هیچ بلای دیگر را یاد نمیدن. این مرکز خیانت به امام عصر علیه السلام و این را من میدانم، و خیانتی که در این 30 سال به حوزه علمیه شده، خدا شاهده کمر تشیع را خم کرده از لحاظ تبلیغی و از لحاظ عقیدتی، دیگه این اصلا قابل وصف و قابل جبران نیست. این را من خودم میدانم و
این فاجعه عظیمیه که در هزار سال همچین فاجعه، من مکرر گفتم در هزار سال گذشته همچین ظلمی بر شیعه نشده بود که بعد از این انقلاب بر شیعه وارد شد. اما گفتی آقای خمینی رو من چیزی گفتم، ببینید برادر عزیز، ما انقلاب ایران را انقلاب طبق رضای اهل بیت علیهم السلام نمیدانیم، جنگ ایران و عراق را نمیدانیم، لذا این مبنای ما هست و این یک فتنه عظیمی بود انقلاب ایران که برپا شد و اهل بیت علیهم السلام واقعا خلاف این را گفته بودند. روایات که منع کرده از قیام در عصر غیبت، اینا موجوده، اینا موجوده. شما بیایید یا جواب این روایات را برای ما بدهید که این روایت یعنی چی. روایت شروسی شماسی موجوده اونجا که خیلی تصریح شده، اونجا که خیلی تصریح شده، علائم بیان شده، جنگ ایران عراق اونجا آمده، تمام چیزا آمده اونجا، اون روایت صحیح هم هست. بله، به خاطر این روایت کتابخانه ها را از بین بردن جماعت دجالیه. شما یکم تحقیق بکنید بین علمای تهران اونجا بپرسید، روایت شروسی شماسی را برای شما نشان بدن. خب با شما اینا با این احادیث چیکار میکنید؟ خب وقتی که برای من ثابت بشه که یک کسی مبنایش، حرفایش، کارش طبق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام نیست، من بیام به شما خیانت بکنم بگم هست؟ من این کارو نمیتونم انجام بدم. خط شیعیان سلام علیکم بفرمایید.